سیاسه اعدام در ایران تنها در دیماه 1399 و لزوم ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت با ادام جنایتکارانه دو زندانی در روزهای دوشنبه و سه شنبه و نهم دی در سنندج و زاهدان دست کم 33 زندانی در دیماه 1399 توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران اعدام شدند. این رقم زندانیانی را که مخفیانه اعدام میشوند و امکان ثبت مشخصات آنها وجود ندارد دربر نمی گیرد. در بر نمیگیرد. این اعدام ها در زندان های اهواز، قم، زاهدان، اردبیل، سنندج، کرج، رشت، مشهد، مشکین شهر، زابل، تبریز، یزد و قزوین صورت گرفته است. در میان اعدام شدگان سه زندانی سیاسی بلوش روز چهاردهم دی ماه در زاهدان و سه زندانی اهل سنت به اتهام آخون ساخته در ششم دی در زندان وکیل آباد مشهد حلقاویز شدند. در همین ماه یک زندانی زن در سنندج و محمد حسن رضایی که در زمان دستگیری 16 سال داشت بعد از 13 سال زندان در رشت اعدام شدند. فاشیزم دینی حاکم بر ایران با افزایش اعدام های جنایتکارانه و خودسرانه و دستگیری های گسترده و دیگر اقدامات سرکوبگرانه مذبوحانه تلاش می کند از بالا گرفتن خیزش های مردمی جلوگیری کند. معاومت ایران بار دیگر دبیرکل کل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سایر ارگان های مدافع حقوق بشر، همچنان که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات زندانیان زیر اعدام فرا میخواند. پرونده نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران این رژیم به خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران دوم بهمن 1399